به نام خدا و سلام. در این ویدیو از فرادرس به معرفی رشته مهندسی پزشکی از تحصیل تا اشتغال می‌پردازیم. با توجه به دغدغه دانش آموزان مخصوصا در سالهای آخر دبیرستان، در قالب ویدیوهای مختلفی رشته‌های گوناگون رو معرفی می‌کنیم و این به شما کمک می‌کنه که بهترین انتخاب رشته رو داشته باشید. در بخش اول باید ببینیم که رشته مهندسی پزشکی برای چه کسانی می‌تونه مناسب باشه. رشته مهندسی پزشکی یا همون بایومدیکال انجینیرینگ، همونطور که از نامش هم مشخصه، در حقیقت برای ایجاد یک پل بین رشته‌های مهندسی، به طور خاص الکترونیک، مکانیک، کامپیوتر و مواد و رشته‌های پزشکی ایجاد شده. اگر به کاربرد دانش فنی و مهندسی و تکنولوژی در حوزه‌های مربوط به سلامت و همچنین تشخیص و درمان بیماری‌ها علاقه‌مند هستید، این رشته می‌تونه جوابگوی علایق شما باشه. مهندسان پزشکی با هدف بهبود کیفیت و کارایی مراقبت از بیمار، راه حل‌هایی را برای مشکلات درمانی و پزشکی تجزیه و تحلیل و طراحی می‌کنند. این راه حل‌ها اکثراً در قالب یک سخت افزار یا نرم افزار و یا ترکیبی از این دو ارائه میشه. متخصصان مهندسی پزشکی میتونن این موارد رو انجام بدن. طراحی سیستم‌ها و محصولاتی مثل اندام‌های مصنوعی داخلی و خارجی که جایگزین اعضای از دست رفته یا ناقص بدن میشن. طراحی و ساخت دستگاه‌های تشخیص مشکلات پزشکی و بیماری‌ها. نصب، تنظیم، نگهداری، تعمیر یا پشتیبانی فنی تجهیزات پزشکی. آموزش کاربری تجهیزات پزشکی به کادر پزشکی و درمانی و همچنین کار و تحقیق در جنبه‌های فنی و مهندسی مربوط به سیستم‌های بیولوژیکی انسان‌ها و حیوانات در کنار دانشمندان علوم دیگر و پزشکان. متخصصان رشته مهندسی پزشکی مدارهای الکترونیکی هم طراحی می‌کنند. نرم افزار برای اجرا در تجهیزات پزشکی تولید می کنند یا شبیه سازی کامپیوتری رو برای آزمایش داروها، اعضای مصنوعی جدید یا سیستم های تصویربرداری پزشکی انجام می دن و تجهیزات ورزشی و توانبخشی رو هم می تونند که طراحی کنند. اونها همچنین پروتزها و اعضای مصنوعی بدن مثل مفصل ران و زانو رو طراحی و تولید می کنند و در برخی موارد این افراد مواد مورد نیاز برای ساخت اعضای مصنوعی رو هم توسعه می دن. افراد علاقه‌مند به تحصیل و کار در رشته مهندسی پزشکی باید این ویژگی‌ها رو داشته باشند. مهارت تحلیلی. مهندسان پزشکی باید قادر به تحلیل نیازهای بیماران و مشتریان برای طراحی راه حل‌های مناسب باشند. مهارت‌های کار تیمی. مهندسان پزشکی اکثراً در تیم‌ها کار می‌کنند. اونها اطلاعات را از بیماران، درمانگران، پزشکان و متخصصان جمع‌آوری می‌کنند و با تیمی از مهندسان رشته‌های مرتبط کار می‌کنند. اونها باید قادر به پیاده‌سازی ایده‌های دیگران و همکاری در پروژه‌های مشترک هم باشند. مهارت‌های ریاضی و آماری. مهندسان پزشکی از تحلیل‌های آماری و موضوعات پیشرفته در ریاضیات برای تجزیه و تحلیل، طراحی و عیب‌یابی در کار خودشون استفاده می‌کنند. مهارت‌های حل مسئله. مهندسان پزشکی معمولاً با مشکلاتی در نرم‌افزارها، تجهیزات یا سیستم‌های بیولوژیکی پیچیده مواجه هستند که باید توانایی حل اونها رو داشته باشند. اما ببینیم که کدوم دروس دوره دبیرستان در رشته مهندسی پزشکی بیشتر کاربرد دارند. تمام دروس ریاضی، به خصوص مباحث حساب دیفرانسیل، آمار و احتمال و ریاضیات گسسته، مباحث ریاضی و آمار در اکثر دروس اختصاصی رشته مهندسی پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین مباحث مربوط به فیزیک و شیمی هم در برخی گرایش های این رشته کاربرد زیادی دارند. ناگفته نمونه، برنامه نویسی به یکی از زبانهای پرکاربرد مثل C, C++, C# یا پایتون و مهارت کار با کامپیوتر و نرم‌افزارهای تخصصی مثل متلب و نرم‌افزارهای طراحی و آنالیز مدارهای الکترونیکی برای انجام پروژه‌ها و تمرین‌های دروس رشته مهندسی پزشکی ضروری است. دروس عمومی مشترک بین تمام رشته‌ها هم شامل مباحث ادبیات، معارف اسلامی و زبان انگلیسی هستند که در بین اونها پایه قوی در زبان انگلیسی تأثیر زیادی در ادامه تحصیل در رشته مهندسی پزشکی خواهد داشت. در ادامه، گرایش‌های رشته مهندسی پزشکی برای ادامه تحصیل رو بررسی می‌کنیم. در حال حاضر رشته مهندسی پزشکی در مقطع کارشناسی دارای این سه تا گرایش هست: گرایش بیوالکتریک،
این گرایش شامل دروس مشترک با رشته‌های کامپیوتر و برق، همون شاخه الکترونیک، کنترل و مخابرات به همراه دروس پایه پزشکی مثل فیزیولوژی، آناتومی و تصویربرداری پزشکی هست و هدف اون به کارگیری دانش الکترونیک و کامپیوتر در حوزه پزشکی محسوب میشه. گرایش بیومکانیک در این گرایش در حوزه فنی تمرکز روی دروس فیزیک و مکانیک کلاسیک سیالات و جامدات هست. هدف این گرایش تحلیل‌های حرکتی اندام‌ها و کاربرد رباتیک در طراحی و تولید وسایل تشخیصی و درمانی است. گرایش بیوماتریال در این گرایش تمرکز روی شناخت مواد و ترکیب‌های طبیعی و مصنوعی است. کاربرد این مواد در اندام مصنوعی و مصارف درمانی معمولاً در قالب بکارگیری بافت‌های زنده و مواد مصنوعی برای کاشت اونها در بدن است. گرایش بالینی هم در برخی از دانشگاه‌ها وجود داره که در اصل همون گرایش بیوالکتریک محسوب میشه. در مقاطع بالاتر گرایش‌های دیگه‌ای هم به این رشته اضافه میشن که از جمله اونها میتونیم به مهندسی بافت، روباتیک پزشکی، پردازش سیگنال یا تصاویر پزشکی، ابزار دقیق پزشکی و مهندسی ورزش اشاره کنیم. بپردازیم به مهمترین دروس دانشگاهی در رشته مهندسی پزشکی. مهمترین دروس دانشگاهی در هر کدوم از گرایش‌های مختلف رشته مهندسی پزشکی رو بررسی می‌کنیم. در گرایش بیوالکتریک، دروس آناتومی و فیزیولوژی، مدارهای الکتریکی 1 و 2، الکترونیک 1 و 2، تجزیه و تحلیل سیستم ها، ریاضیات مهندسی، آمار حیاتی و احتمالات، اصول سیستم های رادیولوژی و رادیوتراپی، مخابرات، برنامه نویسی کامپیوتر و مقدمه بر مهندسی پزشکی. در گرایش بیومکانیک، آناتومی و فیزیولوژی، استاتیک، مقاومت مصالح، ریاضیات مهندسی، دینامیک در مهندسی پزشکی، ترمودینامیک در مهندسی پزشکی و مبانی بیومکانیک. و در گرایش بیوماتریال، فیزیولوژی و آناتومی، استاتیک و مقاومت مصالح، بیوشیمی، مبانی علوم و تکنولوژی پلیمرها، هیستولوژی و پاتولوژی، مقدمه‌ای بر بیولوژی سلولی مولکولی، تجهیزات عمومی بیمارستان‌ها و کلینیک‌های درمانی و مبانی زیست سازگاری. اما ببینیم که فارغ التحصیل رشته مهندسی پزشکی در چه کارها و صنایعی میتونه مشغول به کار بشه. متخصصین و فارغ التحصیلان رشته مهندسی پزشکی با توجه به سطح مهارت و تجربه خودشون میتونن در گستره وسیعی از موضوعات مختلف فنی و مهندسی مشغول به کار بشن. به طور کلی میشه مشاغل مخصوص رشته مهندسی پزشکی رو به 3 گروه عمده تقسیم بندی کرد که در ادامه به اونها میپردازیم. متخصص تجهیزات پزشکی بیمارستان، مدیریت، تعمیر و نگهداری و خرید تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها بر عهده متخصصین تجهیزات پزشکی هست. علاوه بر این معمولاً آموزش نحوه استفاده از تجهیزات پزشکی به کادر درمانی بیمارستان هم به عهده متخصص تجهیزات پزشکی قرار داره. در حال حاضر در هر بیمارستان وجود حداقل 1 متخصص تجهیزات پزشکی جزء الزامات قانونی به حساب میاد. شرکت‌های تخصصی تجهیزات پزشکی شرکت‌های دانش‌بنیان که به طراحی و تولید تجهیزات پزشکی مشغول هستند و شرکت‌های بازرگانی نمایندگی‌های فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی وارداتی از دیگر موقعیت‌های شغلی متخصصین رشته مهندسی پزشکی محسوب می‌شوند. در این شرکت‌ها طیف گسترده‌ای از موقعیت‌های کاری وجود دارد. واحد‌های تحقیق و توسعه، واحد‌های تولید و خدمات و همچنین بخش‌های مدیریتی آنها از جمله این موقعیت‌ها هستند. حوزه‌های کاری مرتبط فارغ التحصیلان رشته مهندسی پزشکی میتونن در حوزه‌های کاری مرتبط با برق و الکترونیک، کامپیوتر و مکانیک هم مشغول به کار بشن. اما ببینیم که بازار کار رشته مهندسی پزشکی به چه صورتی هست. با توجه به ضرورت وجود متخصصین تجهیزات پزشکی در تمام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و همچنین حرکت رو به رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، بازار کار رشته مهندسی پزشکی نسبتاً پر رونقه و در آینده هم میشه به پیشرفت اون خیلی امیدوار بود. هرچند مهارت و تجربه شخصی هم تأثیر قابل توجهی در موفقیت و پیشرفت کاری افراد در این رشته داره. هرچند میزان درآمد در هر رشته با توجه به میزان تجربه، دانش و تخصص
محل و نوع کار متفاوت هست، ولی درآمد متخصصین مهندسی پزشکی معمولاً در سطح بالاترین درآمدهای رشته‌های فنی مهندسی قرار می‌گیره. یکی از دلایل این سطح درآمد کمبود متخصصین این حوزه نسبت به سایر رشته‌های فنی و مهندسیه. بنابراین در صورتی که دانشجویان رشته مهندسی پزشکی بتونن مهارت‌ها و تخصص‌های مورد نیاز بازار رو کسب کنن، میتونن آینده شغلی خودشون رو هم تضمین کنن. اما امکان ادامه تحصیل در رشته مهندسی پزشکی در داخل ایران رو بررسی می‌کنیم. در حال حاضر تمام گرایش‌های رشته مهندسی پزشکی از مقطع کارشناسی تا پسادکترا در بسیاری از دانشگاه‌های آزاد و دولتی ایران قابل تحصیل هست. مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در این رشته در هر دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ارائه میشه. آزمون ورودی برای هر وزارتخونه هم به صورت مجزا برگزار میشه. از جمله دانشگاه‌های پیشتاز در این رشته میتونیم به دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، تهران، علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شاهد، اصفهان، سهند تبریز، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه آزاد دزفول اشاره کنیم. فارغ التحصیلان رشته مهندسی پزشکی میتونن در رشته های مرتبط مثل مجموعه رشته های مهندسی برق و کامپیوتر هم ادامه تحصیل بدن. اما امکان ادامه تحصیل در رشته مهندسی پزشکی در خارج از کشور به چه صورته؟ در حال حاضر در تمام کشورهای پیشرفته دنیا امکان ادامه تحصیل در رشته مهندسی پزشکی وجود داره. در کشورهای آمریکا، کانادا و آلمان بیشترین فرصت ادامه تحصیل در این رشته در دسترس هستند. پس از این کشورها میشه به انگلیس، فرانسه، استرالیا، ژاپن، چین و سنگاپور هم اشاره کرد. در صورت ادامه تحصیل این رشته در خارج از کشور، امکان کار در آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی معتبر هم وجود دارد. معمولاً این مراکز تحقیقاتی ارتباط تنگاتنگی با شرکت‌های بزرگ تجهیزات پزشکی دارند و امکان جذب دانشجویان مستعد در این شرکت‌ها هم وجود خواهد داشت. و ما در نهایت ببینیم که دروس دانشگاهی رشته مهندسی پزشکی تا چه حد نیازهای بازار کار را مرتفع می‌کنند. دروس دانشگاهی این رشته تا حد زیادی میتونن برای ورود به بازار کار و ایجاد تخصص به دانشجوها کمک کنن. البته معمولا در دوره کارشناسی دروس تخصصی در حد آشنایی اولیه تدریس میشن و برای رسیدن به سطح قابل قبول برای بازار کار باید تمرین عملی و انجام پروژه های مختلف هم به این دروس اضافه بشن. دو دوره کارآموزی که در این مقطع باید گذرونده بشن میتونن تا حد زیادی به درک بیشتر و مواجهه با کاربردهای عملی این دروس کمک کنن. در فرادرس مطالب زیادی در خصوص راهنمایی و معرفی رشته‌های دانشگاهی منتشر شده. برای آشنایی بیشتر با سایر رشته‌های دانشگاهی کافیه به این لینک مراجعه کنید یا در گوگل عبارت فرادرس به علاوه معرفی رشته‌ها رو جستجو کنید. اگر تمایل داشته باشید میتونید این ویدیو رو با دوستان و آشنایان خودتون به اشتراک بذارید تا اونها هم در این مورد اطلاعات بیشتری کسب کنند.